نظیف احمدی خبرنگاری که بیش از 4 سال در رسانه ها کار کرده است. میگوید که 3 سال می شود تنها نانآور خانواده 8 نفری است، اما کارش را از دست داده است. امروز باید امارت اسلامی کنار رسانه ها استاد شود، همراهشان همکاری کنند تا بتانیم همه ما مسئول زندگی کنیم، راحت زندگی کنیم و ما مشکلات پروبلم هایی که در زندگی داریم اونو حل شود. خبرنگارانی که هنوز در شماری از رسانه ها سرگرم کارند، از افزایش چالش ها در برابر کارشان از جمله دسترسی نداشتن درست به اطلاعات شکایت دارند. برخی از خبرنگارانی هم که مصروف کار هستند با مشکل جدی عدم دسترسی به اطلاعات مواجه هستند. ما از نهادهای حامی خبرنگاران می خواهیم که در این زمینه هرچه زودتر اقدام بکنند. همزمان گزارشگران بیمرز و انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان در یک نظرسنجی مشترک میگویند که با سقوط حکومت پیشین 231 رسانه در این کشور از کار افتادند و 6400 تن از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای بیکار شدند. عامل اصلی و بیشترین موارد بسته شدن رسانه‌ها و از دست دادن کار کارمندان رسانه‌ای مشکلات اقتصادی بوده و یک موارد محدود هم از محدودیت ها بوده. در تعداد رسانه هایی که به اثر این دو مشکلات روزانه بسته میشن، متاسفانه که با گذشت هر روز افزود میشه. اما مسئولان امارت اسلامی علت اصلی بسته شدن 40% از رسانه های کشور را چالش های اقتصادی میدانند. ما تلاش میکنیم که رسانه ها حمایت هم شوند و در چارچوب قوانین فعالیت هم داشته باشند، ولی بیکاری و یا اثری که اثر منفی سرش آمده علت داشته، ما علت های مختلف، یکی هم علتش ضعف اقتصاد بود که نهادها خودشان اقتصاد خود از دست دادن. آمارهای خبرنگاران بیمرز نشان می‌دهند که شمار بزرگی از خبرنگاران افغان ناگزیر به ترک افغانستان شدند.